روبودن تاجران و اعضای خانواده آنها همواره یک چالش امنیتی بزرگ در افغانستان بوده چالشی که در بسیاری اوقات نهادهای امنیتی این کشور از حل آن ناتوان بودند. بررسی های انجام شده نشان می دهد. پدیده رو بودن تجار و بازرگانان افغانستان و اعضای خانواده هایشان در دوران حکومتداری طالبان بیش از پیش شده است. در همین راستا یک عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته که در دو ماه اخیر دست کم 13 تاجر یا اعضای خانواده آنها روبوده بوده شدن. خانجان الکویزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رسانه ها گفته که دشمن یک سلسله ناامنی ایجاد می کند تا تاجران را بترساند و افزود این روبایش ها در استانهای کابل، هرات، بلخ و شماری دیگر از استانهای شمال افغانستان اتفاق افتاده است. به گفته آقای الکوزی شماری از افراد روبوده شده آزاد شده اند و شماری از آنها هنوز در بند آدم روبایان هستند افرادی که هدف روبایش قرار گرفته اند بیشتر از میان تاجران دارو خودرو پزشکان و صرافان اند این عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با ابراز نگرانی از چالش های امنیتی تاجران می گوید که اگر این روند رو بودن ادامه یابد بیشتر آنها سرمایه خود را به خارج از افغانستان انتقال خواهند داد.